حسین سر او قناری ابلغو رو ببر بده به دوی حیدر علی. او قناری توسی مریضو رو هم بیار ببینم چشه رو چیش. قناری های رزگنجیشکی هم ناخوشن، میگفت زبون بسته ها از چیشاشون او میان. ساعت به ساعت باید برم زیر پاشون رو عوض کنم، حتما یه سر بهشون بزن آقا. باشه بعدن یه نگاهی بشون. سلام علیکت بدر سر جون بیدو بودو کسی گلاب زدی سر جون؟ گل محمد بوشو دوست میدارم. تو رم دوست میدارم. رشخندم میکنی؟ من رشخندت میکنم؟ ای شیطون جونو بابای بابام کوکوی کوکام بوی نکنم چی پلن جارم نزم. حسین آقا حسین شهره چی کار بکنم؟ آروم بگیری زنی. من میدونم چه کار کنم. من خدا یادش رفته در قفل بکنیم. اینطورا عجب دنیایی شدی حسین شهره. حسین آقا اگه بیا تو. اگه بیا تو الان جوابش میکنم. سلام آمش ماز. سلام علیکم. علیکت به دعاشت مرتضی. راحتم کردی؟ چرا جوابم نمیدادی؟ رادیو وای بود. نه صدای خنده و گپ میمه انگار. آها بله رادیو باز بود نمایش میداد. نمایشش خنده دار بود ها. آها بله. خب آمش موسا با حسین سهره چی کار داشتی؟ بناریم زبون بشه لو با نمکنش ناشاش شده. اومده بودم از حسین سهره براش دوا بوشونم. اگه فقط نمیخونه یه کمی سنبولتی با ریشه زبون در قفا و یه کمی حاج ممیزی میجوشونی صوبا ناشته یه قاشق چای خوری میرزی تو حلقش ساز و ساز میشه. حکمن همشتی حکمن خودی هوایه. خدا خیرت بده. خدا حافظشت مرتضی. خدا حافظ. بس همون خدا. رفتش رفتش نفسم بند اومه. خدا او روز نیاره. من دیگه میرم خونه وقت اومدن آقامه. پس قرارمون چطور میشه؟ قرارمون؟ هنو داره لبا میسوزه بی حیا. دور لبات بگردم. پس شب جمعه قدمگاه باشه. باش سب کن ببینم کسمسی نیست. چی چی ره بد بده؟ ما فعل حرام کردیم. با وستک هم یه بد بده. بیا زر جون بیا بیا. سلام سیه. سلام. نخست کاغو وقتی میرفتم دیدمش. ها خیلی وقت اینجا. ها میگم ها چرا یه نفر رو نمیفرستی خونش؟ گیره چی چیه؟ گیرم باشه میگه شرم. شر بودی سیه. اما دخترو خوب کرده. ها کاغو حالا خربیار با قله بار کن. همیشه که نمیتونی ساز ندارم برای ما کوک کنی. راست میگه. من هیچی که اگه جبرائیلم از آسمون نازل بشه نمیگذرم. واقعیتش هم همیه. یا پولمونی میدی کاکو یا میریم علیه کار ییسره میکنیم. اگه شما فقط 3-4 ماه به من فرصت بدین من سرتا قضیه رو هم میارم و یه جوری پولتون رو بهتون میدم.
بسی گیما گیما خیلی گذشته آمیزه یایو ای هم که میبینی ما صف کردیم محض جمال رو ما آمیزه از دلان که او دفعه گفتن چهار رو دیگم امون حالا اومعی میخوای یا آمیز از دلو یا یک حس دیگه صفته های ما رو بخرن و ما راحت بکنن از ما به خیر از شما به سلامت ما سود نخواستیم و سلام خدا بوات بیامرزه حرفی نه خدا خیرت بده این صفته ها صفته های کوزه های آمیز از سنخانه صفته های کوزه هایی که فقط دو اوش خورد و گفت لعنت بر شم کاکو یعنی شما میخواین بفرمایین این صفته ها نصف قیمت هم نمیارزه همو دوتا چمدون پرش همین حالا ووال گردنمه که میخوام پاکت کنم و بدم کربلای رجب بقال ای تیشه بگیره و زرچوغه توش بپیچه من حاضرم از 75,000 تومنی که طلب کنم 20,000 تومن بوسونم برم پیکارو تازه او 20,000 تومنی که بگیری 15,000 تومنش نزولشه چون قبلا اصل پولشو بهت دادم حالا که اینجور شد همه شو میستونم منم پولم میستونم آخه ما سلمان کم پولی که نیست 50,000 تومنه نه 50 قرون امو خوش کنه اصلا از روز اول از سایزا بذاریم سنجار نظر و فریاد من ساده رو به امام را چطور به سالا بزنم اینا را امو خوش بگیر ببین من چی میشم پولم نداره بده من صلاح تو نایم حالا هر کار اینا با خود دعوال پولم میستونم با تومنی 2-3 قرون امو آدم بالاخره یه کاریش میکنه حرفی نداریم همیز یعیو و اندازه یه عطفه بفرمایید بیرون ولی بدونی که چی نمیشه که شما باش بفرمایید یه چاپاق بکشید بفرمایید لا وقت رفت زندون او وقت میده سعی کنم ساکت باشده چی میزید بدونی چی به نمیشه من هر پول دادیم پول دادیم من یک غلطی نه پول دادیم ماچ که ندادیم سب کنم آخرش چطور شد مرد نمیدونم نمیدونم بالاخره یه طوری میشه زن سماورو آتیشه بذاری گفتم چویدم بکنه وقتی حاضر شد بگو یه چوی براشون ببر باش شما برو ما که حرف زور رو نمیزنیم ما پول خودمون رو بخواهیم نه کمتر نه زیادتر حالا او نداره بده ما که زامن بهش دوزه ارث بابان مخواهیم به ما چی پولی سنر سنر جمع کردیم تا کلو باشم بفرمیم 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 چطور شد امیز اصطلا؟ من قرار شد صفتهاشون رو بگیرم ولی بی شرفتر و بی وجدانتر از این جماعت جماعتی تو زندگیم ندیدم کنار نمی اومدن؟ کنار اومدنشون که سرشون رو بخوره یه ایچی هم اضافه میخواستن عجیبه آقا جو سلام بیا تو دخترم بفرما بشین امیز اصطلا بفرما من چایی نمیخورم دختر آمیز یعیم الان حدود 500,000 تومن سفته پیش این هست که وقتی ازشون بگیرم او وقتی که دیگه تو فقط با من طرف هستی منم که اهل معامله مخصوصا که دلم میخوای یه کاری وسط بکنم ببینم دوست داری به طور کلی از این حیث و بیس خلاصت کنم اجرت با موسی بن جعفر آمیز هست الله خب ببین کاکو در دین مقدس اسلام اومده که زوج گرفتن حرام نیست خب آمیز اصطلاح این چه ربطی به بدهی من داره اگه من تو دست و دست هم بدیم با جهرم که هیچی بازار وکیل شیرازم میخریم و آزادش میکنیم خب ولی تو خودت آمیز اصطلاح میدونی که من مایه ای ندارم ماشالله 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 چیشم کف پاش باشه دختری داری که 100,000,000 تومن قیمتش بیشتره ککو اما دردی رو دوا نمی کنه آمیز یحیو نگو نگو آمیز یحیو
تو اگه قبول کنی من دختر تو بوستونم امیرز اصدالله تموم صافتهات برمیگردانم به خودت تو فرود امیرز اصدالله تو از اونا یاسی که پستون مادر تو دندون گرفت امیرز یایو حد دهن تو بفهم کاکو ای که دارم میگم صحبت خرواره سنار سشوی زرنیخ فروختن که نیست صحبت 500,000 تومان پول نقده و نصف کارمون سرم که میندازم پشت قوالش حرفا میزنی زری جون تو بدی زبونم لال خدا بکنه شاه چراغ ببخشید مایی به کسی آزار رسوندی نه نه به چی من به هوای زیارت حضرت اومدم زیارت تو حوث دارم 100 تا پسر برات بزن عجب حوثی او وقت که به خودمون برسیم زری جون وقت بسیاره بایستاره بایستاره خدای نکه گلش او گراست زری جان او همسال آقامه میدونم منه میخواد منه بخره ها نه آقا جون یه گرفتاری داره که پس شما میخواین منو بفروشین ها یاد شماره مادر جون والا به خدا این حرفا نیه آخه من چه تری میتونم به تو بگم من هر چی گفتم قبول نکرد برو تو بهش بگو شاید قبول کرد پوش برو کار تجارت به قمار میمونه دختر یا برد داره یا باخت بله امروز از دلو برده و شما باختی امروز از دلوی ناپاکم گفته یا دخترت یا حبس و حراج اموالت ها آقا جان ها دخترم نمیتونم آقا جان نمیتونم We'll be right back.
ما دیونه شدی مردک. دیونه تویی که دست از سر و دختر رو ور نمیداری. دیونه او بواته که تو گراز پس انداخت. دیونه تویی که با پولات میخوای زندگی و دختر رو سیاه بکنی. دختر رو با اوننه داشت که من با اونا حرف زدم، اما دیگه گردن کلوف نداشت. من سید مرتضام. میشناسم. ها میشناسم. پس ای رو بود اون که اگه خواسته باشی پاپه او دختر رو بشی، به 72 تن قسم آتیش به پا میکنم. فهمیده؟ دولی ندک. سعی کن نه به پول من چی تو میشه آقا. مالت بده بابا، پولت نزولیه، جای دوری نمیره مرد. پولت هر چقدر بمونه تازه نزولش بیشتر میشه. پا تا از رو خرخره او پیر مردو بردو. سعیه اگه نداد چی من میدم، اما باید به هم امون بیدی تا بتونم فراهم بکنم. آه بهت امون بدم تا هیکی کی گنگیشگاه تو بفروشی. آقاکو حرف کلوف نزن قرم دنگ. ببین چی بهت میگم، اگه تا یه ای ماهی دیگه سب کردی که هیچی، اما اگه نکردی دمار از روزگارت میکشم که تو عمر داری تو نامردی مثل کرم بلو لیندان نزنی. شنیدین چقدر لندم دار؟ حالا تو میگی چه کار کن؟ کف دستی که مو نداره. بسم الله. در مثل مناقشه نیست کاکو، با من از مثل حرف نزن، با من از پول حرف بزن. پولی که استدی کاکو؟ من به خدا الا شریکاله کل پولی که بده کارم 80,000. 80,000 تومن نه و 500,000 تومن. وسط دعوان اقتعی نکن نفر. من اصلش رو میگم امیرز دستالله، به فرش که کاری ندارم. از این 500,000 تومن فقط 80,000 تومنش رو خدا وکیلی بده کارم، باقیش نزولاییه که شما ها کشیدین روش. آخه لا انصاف، تو فکر اینو من انصافم؟ من فکرشو نمی کنم. یه آدم بدبخت بیچاره مثل من که طلبکاره چی کار میتونه بکنه؟ یا پولشو میسونه یا معامله میکنه. نه پولو رو میدی نه حاضری دختر رو بهم بدی. بعد از این همه مکافات تازه دو قرطنیم تا باقیه؟ یه گردن کلفت یاقی بیدین و دیوتن رو میفرسی رحف در میاری آمو؟ نعوذم بالله. پس بفرمایید سید مرتضی رو دولت عثمانی برای من رونه کرده بود. سید مرتضی؟ به او چه مربوطه؟ گفته بودم ایش سب بود، پسر رو تاب نیورد کار خراب کرد. من هرز بشو نیستم، دلم میخواد خوب گوشات رو واز بکنی و زنگاش رو پاک بکنی. من یا میکشونمت عدلیه تا اونجا به حق و ناحق رستگی بکنن، یا خودمون اینجا معامله رو فیصلش بدیم تا بره پی کارش. ای تنها کار عاقلون است آمیز یحیو. سید مرتضی که هیچی، اگه سپاه رستم دستونم بیادا تا من حق و منصورم دست بردو نیستم که نیستم. همین که گفتم. چی شاد سرخه؟ سرخ گریان؟ آسمون دلش خیلی پره مثل دل من. کورشمو نبینم. چرا؟ او منه میخواد. میرزا اسدالله به زور صفتهاش. حرفای تو هم بهش کارگر نبود. من تا حالا عشق آقامو ندیده بودم، اما او به گریش انداخته. میکشمش. این حرفو نزن. اگه واجب بشه شهر آتیش میزنم. مرتضی نظری، گریه تو رو نمیتونم ببینم. جدایی گرونه. آه اما به ما چه مربوطه؟ به ما چه مربوط؟ زری جون بریم زیر سر انداز، من شرمم میشه. کار تموم کن. هجلمون ناپاک میشه. از اون بشنو مرتضی، تموم کن. وقت تا آخر عمر از پسرمون خجالت میکشیم. از بچه‌مون نگو زری. حسرت بچه تو به دلم میمونه. تو چه با کیت شده زری؟ از حسرت میگی؟ از جدایی میگی؟ نکنه نگو بعد تو خاک تو سر دنیا. پس بگو که من
بگو که ننه ای بچه هم میشی، بگو که خانوم خونم میشی. میخوام میخوام و نمیشه. به خاطر چشی؟ به خاطر چهار تا کاغذ تکه پاره میزستولای بی غیرت که از آقاد داره قیمت اونا چنه؟ یعنی تو؟ یعنی تو اقدر ارزونی؟ آقامو به خاک سیاه میشونه، دنیا رو به سرش خراب میکنم. قیمت او کاغذاش چنه؟ شیر مرغ یا جون آدمیزاد؟ به خدا که یه صبح تا غروب صد تای قیمت او کاغذا رو پیش روش پول میریزم. چه جور؟ سید مرتضی به کرم جدش و خدای خدا هنوز سرپاشه، هنوز قد نمرده که میزه استولا زیر تابوت چه بگیره. من بوات خلاص میکنم زری. آخو چجوری؟ دوباره قداره میگیری دست و درهای دکونا رو پایی میکشی؟ زری من یا جون تو میگیری کف دست و به مال حروم میزنی؟ زری من واسه تو. تو عمر منی مرتضی، تو اسیر بشی من تموم میشم، تو جون منی، تو گرفتار بشی من هلاک میشم. پس میگی چه؟ مثال لچک به سرا بشینم و هجل رفتن تو رو با یه مرد دیگه سایر بکنم؟ دل من پیش توی مرتضی، ایجوری هیچی خراب نمیشه، آقام راحت میشه، تو هم به مصیبت نمیفتی. مگه نه که نظمیه گفته اگه تو یه بار دیگه شر به پا کنی سرت بالای داره؟ به خیالت که چه؟ بی تو بودن برام زندگیه؟ من نمیتونم زره، بی تو بودن ازم ساخته نیست. به ایزو فقط یه بار، یه بار دیگه بشم اون مرتضای سابق تا همه چی درست بشه. درسته که جونم به گروه، درسته که چیش نظمیه دنبالمه، اما شاید ای بار نبیننم، شاید گرفتار نشم زری. اگه شدی چی تو؟ بد به دلت نیار زری، بد به دلت نیار. عذابم نده مرتضی، بیز سفید عروسی با کس دیگر رو بپوشم اما سیاهی تو رو نکنم برام. خدا که زندگی شمر. ها مرتضی، زندگی شمر. نشستی سید مرتضی؟ چه نشستی؟ برات میمیرم، میدونم چه باکتی، همه دخترهای به سن تو آرزو دارن پای سفره عقد بشینن، اما عقد مردی که دوستش میدارم. تو داری خودتو میسوزونی، من میدونم، با خدا که اگه هنوزم بگی نه همه چیره به هم میزنم. آقام صفته هاش گرفت، میزه از دولا قیمت اونا رو شیربهات کردی و علره که گفتی همه رو پس میده. کی؟ فرستادن دنبال آقا. بگو از بس امروز و فردا کردی بوام در اومد. بگو اگه صد هزار تومن منو تا پس فردا آوردی داری کیج، اگه ندادی یه راست میندازم تو زندون. رو چی شما میرزا؟ مردک خدای نکرده دخترت داره عروس میشه، چرا ماتم گرفتی؟ اعلام کن امیرزو، کاشکی خدا عجل سراغو میفرستاد اما نمیذاشی اینجور به بی غیرتی بیفته. خجالت بکش مرد، دخترت داره عروس میشه، دومادی داری گیر میاری مثل من، بیکاریاتو داری میدی، دوباره کار تو بازار سکه میشه و نونت میافته تو روغن. اینا بی غیرتیه؟ حقه. آیه قرآنه که میگه بنده شکرگزار کمه. آقا تشریف آوردن. من برم یه سری با آقا بزنم و برگردم. الان
با اجازه اشک بلبل خوبای دنیا همیشه تنها قصد نگنه برا سر میشمردم تا بودونی تازگی ها باب شده که میگن تو هم پشت سر آدم نمیمونی میمونی نمیمونی ویره شیراز برام خیلی کوچیک بود میخواستم بزنم به تهران شهر غربت تا دنبالم بودی دیدی دیدی که میون کوچه قهر آشتی وقتی که از همون بیرون اومد کیت شده سید مرتضی نشستی که چه؟ دلش اندازه یه بادومه اما تو چی تو؟ تو که دلت یه دریان صاحب خروسخون با حرومزاده صاف بکنی درسته که یه جوری یه پاتلب گور مرتضی اما به عشق زری مردن کجا؟ بیزری کنجه خونه پیر شدن کجا؟ ای درد همه دخترای دم وقت که آرزی همچی وقتی رو میکشن من نمیتونم تونستن و نتونستن دیگه توش نیست تقصیر تو هم نیست یه که میترسی ها بله خب میرزستون این کار آخه ماخه ور نمیداره یالو پاشو پاشو لخت پتیشو الانه چهار تا چیش مثل گراز دارن ما رو میپان میخوای فردا تو در همسایه پشت سر من ریگ بیزرن کم زست الله زرتش قمصوره با بیل به کمرش خورده خب من یه جوریم هر جوری هستی همین امشو باید خر مراد سوار شد پس او چراغ رو خاموش بکنم سی از حالا به بعد به من فرمون نده چراغورم خاموش میکنم دیگه چی میخوای؟ سی دکمه شلوارم کنده شده فنا به خدا جاش قلوه کن شده سی Thank you.
سید مرتضی. اونجا نرو. وایس کاکو نرو. چه خبره؟ این جماعت اینجا چی میخوان؟ هیچی، فقط نرو سید. چطور شده مرد؟ برام بگو. تو رو به خدا نرو آقا. خدایا نکنه. بگو حسین، بگو زری من سرسلامته. سید بگو حسین. تموم کرد سید. او طاقت نداشت مرد دیگه یا غیر تو تو حجلش ببینه. او لباس سفید عروسی رو به تن خودش کفن کرد. یا که دلتو سرد کرد درست میشه. آدمیزاد حکایتیه، یه حکایت ناتمام. انگار همیشه یه قطره اشکی تای چیشوی زری نشست. دنیا به کی وفا کرده؟ تو چه کاری از دستت ساختم؟ من همینجا از زری حلال بودی میطلبم، از او سرم میرم تهرون. تهرون جای تو نیست سید، اونجا شهر 72 ملت. برای همین میخوام برم، خوام برم اونجا که تو غربت آدمو آب میکنه آقا. هرج بیفتم جامو واز میکنه.
الان باید جواز کسبتو برداری با ما بیای کلانتری. آخو کار مردمو که نمتونم بذارم زمین بیام دنبال شما زامن بشم. دیروز سفارش دادن الان میان. دور پدرت اونی که سفارش داده. آمورا باشید مارتزو آمو حالا پا میشی جوازتو برداری یا بیشتر بچزونمه بناشا بناشا برسمون خوشترت نمیشه آمو آلو. کارش نداشته باشی او آموی منه همین آلو تو هم اینقدر آمو آمو نکن برو بزور کارمون برسیم برو بیاد باید بیاد تو رو ببره تو رو همین باید بیاد چی ببره آمو کمکش نکنی اگه دستشو نگیری یا میکشنش یا کارومسرا را خون پسرای میسفت الله گلگون میکنه چی؟ برادر زاده آکاکو او غریبه امروز از جهرم به ما وارد شده اما باور کن آشد کازم پسرای میسفت الله نیزاشتن که اون ساکت بشینه او خونیه سید آخو با چیشای خودش دید که اونا چجوری من از دکونم انداختم بیرون ببین اینجا ما اینجا ما ببین او سید جوشیه وقتی خونش به جوش بیاد هیچ قشنی جلو دارش نیست آسد کازم به خاطر ریشه سفید من شما پا درمیونی بکنی شما میدونی چجوری با اون رفتار بکنی التماست میکنم آسد کازم التماست میکنم سلام خانم باجی سلام مادر جون خسته نباشی سلامت باشی امروز سود اومدی خونه ای دیگه من عشرت جون دخترم پایی هستی ظرف میوه رو بیار بالا علی تا لباسات دراری چایم حاضر میشه ممنون
صوبی تو کاروسرا چه خبر بود که همه ازش حرف میزدن؟ نمیدونم والا من... سلام. سلام. باز از عمو رحمت پرسید. علم شنگه بود که برادرزادش را انداخته بود. وا، مگه عمو رحمت برادرزاده داره آسید کازه؟ آره، امروز صحبت جیهرام اومده. پسره یه همچین خوشبونیهیه. پسرهای آمیز فتولو امو رحمتو میزدن که اونا سر رسیده و حسابی جر و باجرشون کرده. اونا رو که هر کاری باشون بکنن حقشونه. آره آسد کازم، از پسرهای میز فتولو که دیگه نگو. آسد مرسام تا اونجایی که میگفتن حسابی اجلوشون در اومده. سید ننی؟ آره. بیارشه، خدا خیرش بده. اشرت جون، یه قلیون برای من چاق کن بیار مادر. چشم مادر جون. دست درد نکنه. بهشت و جهنم تو همین دنیاست. یه مدتی اونا مردم رو سوزوندن، حالا یکی اومده اینا رو میسوزونه. میگم ماشالله ماشالله، اشرت هم استخون ترکونده. خوبی آدمه، مثل این که همین دیروز بود که اومدین اینجا. اینقدر بودش. محبت هایی که شما در حق ما کردین هیچ وقت یادمون نمیره. اشرت همیشه میگه اگه پدرم زیر هوار موند عوضش خدا آسد کازم. خوبه خوبه خانم باش، این حرف ها چیه؟ یه قناری فروشی واز میکنم. قناری فروشی؟ ها؟ او وقت خیالش بدتر ولد نمکنه. آه آمو، اگه لجاره ها همونم بدن ولم میکنه، اما اگه بیزارنم آمو. آسد کازم مرد بزرگیه، او کمکت میکنه. مثل امروز آمو؟ او دست کم میست خونوار رو نمیده، صد تا آدم مستحق زیر بالشن. او با دیگرون خیلی توفیر داره آمو. میدونم. خب برای همینم صحبی بانگام در نیومه. آخه چطور ممکنه یکی بزنه تو گوشم من همینجوری سیرش کنم آمو؟ این دیگه کیه؟ سید مرتضو، سید مرتضو، آسد کاظم آمو. حتما اومده یه کشته دیگه ای بزنه. منزل خودتونه، بفرمایید، من نوکری شما. سروری عمو رحمت. سلام سید مرتضو. سلام از ماست کاکو. بفرمایید تو، مشرف فرمودین. زنده باشی. اومدم راجب اتفاقی که صبح افتاد منو ببخشی. میدونی صبحی اگه با من درگیر میشدی واسه جفتمون خوب نبود. اینو هر دو میدونیم. کاکو یعنی برادر، درست رحمت؟ بله کاکو. ها کاکو، از اون دوتشه های جهرمی دارم، بفرمین تو برم براتون بیارم. نه دیگه، ما امشب میخواییم با کاکو بزنیم بیرون. با اجازه شما. برید به سلامه. دل مثل یک کاسه چینیه، اگه احتیاط نکنی و مواظبش نباشی میشکنه. دیگم با هیچ ساختی نمیشه بنده صد کاکو. انگار جونش استخون نداره پدر ناخوش. جور مار خودش میتوانه. آره سیه، از این مارا تو تهرون فرامونه. سیه کسیه.
تو حال خودت باش مرتضی. اینا چه مرگشونه کاکو؟ انگار قطری که به نلبندش براق شده چیش از ما ور نمیدارن. بی خیالشون. میخوام بی خیالشون باشم اما نمیشه. اصلا تقصیر خودمه. با یه صحبه تو کارمسرا رو پیش از اومدن شما حسابشون میرسیدم. تو میفهمیدن ای تیشر دادن دست شما به حرمت و بزرگی خود شما بود، نه گردن کلفتی اونا. حساب اونا یه چیز دیگه است. اگه تو امروز جلوی من در می اومدی، اونا به هوای من جلوت وا می سدن. ولی نخیال کنی رو رفاقت و این حرفا. پس به خاطر چی چی کاکو؟ رو دشمنی. اون سه تا عهد بستن که اگه قرار باشه کسی من از پا دره، غیر خودشون هیچکی نباشه. سگه کی باشن اونا سید؟ به ولای مرتضی علی با جنبن می جنبونمشون. آخو رو چه اصلی دشمنتن کاکو؟ 15 سال پیش بابای اونا حریف تو زورخونه من بود. وقتی تو یه کشتی شونشو چسبوندم به خاک، خونه نشین شد. وقت مردن به بچه‌هاش سپرد، از من تقاص بگیرم. آدم بایی چشای ریزش چه چیای گنده بایی ببینه. خب تو یه کشتی ریکی برنده میشه، هیچی بازنده. حالا اینا چی میگن؟ اینا خیال میکنن من باباشونو دغمرگ کردم. همیشه هم دنبال منم. همه جا، روز و شب، تو کوچه و خیابون. گفتن یه روز تقاص میگیرن، اما نگفتن که. گفتن که همیشه منتظر باشن. تو خواب، تو بیداری، تو مستی، تو هوشیاری. همه جا و هیچ جا، همه وقت و هیچ وقت. اینا میخوان زندگی تو با تر سیاه بکنن. اما شما که حول ولا نداری، ها؟ عجل آدم دست اونیه که اون بالا سیه، نه دست سه تا سایه توی کوچه تاریخ. ای والا اینا رو بگو که یه عمری خودشون علاف هیچی کردن. خب دیگه دیر وقته، پاشو کاکو، پاشو فرد پنجشنبه بس خیلی کار داریم. پاشو عشق است کاکو، اما یه پنج سری دیگه جا داریم. مرشد. سلام سید. سلام آقا. سلام سید مرتضی. بفرمایید بشینی. رو چی شما؟ سوخته ای جوان؟ ها بله، از نامردمی ها و بیشتر از عشقی که فنا شد. ها بله، وقتی عشقی دلی رو سوزند، اون دل دیگه یه کعبه کوچیکه. خبرم نمی کنه که کی میاد. شیخ صنعان آفتاب عمرش از ظهر گذشته بود که گرفتار دریای متلاطم عشق شد و سر و پا برهنه گرد کوی یار نصارا آواره بود. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرق رهن خانه خمار داشت. خوش به دل حاسد کازم باشه که مرید شما. اگه تو هم بخوای میتونی باشی. آمور شد. جایی نرو، بریم خونه. منم میرم یه سر با عموم بزنم، فردا میخواد بره جهرم. خانم باشی، وسط مهمون رو بردم. سید مرتضی. باشه باشه، ایش نکن. بفرمایی. یا لا. سلام. 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 سید مرتضی، خیلی خوش اومدی. بفرمایی بشینی. بیش باعث زحمت شدیم. قدمتون رو چش مشرف فرمودی. میدونی مادر جون، سید مرتضی بعد از اون روز که تو کاروانسرا با بچه های میسفت الله حرفتون شد، کازم خیلی دلش میخواست. من ابدا دلم نمیخواست وقتی توی شهر میام اولش اجوری بشه. اما خب دیگه حکایت منم جور حکایت اون مریضوه که رفت پیش دکترو.
دکترو گفت چه خیرته؟ مریضو گفت مژگونم درد میکنه. دکترو گفت دیشو چی خوردی؟ مریضو گفت نون با یخ. دکترو گفت مردشور خودتو مرضتو ببره، که نه خودت آدم هستی نه مرضت مرض آدمان. آمالله مهله بود مژگونم با مژگون کسی از فردا سید مرزا میاد حجره پیش خودم، از امشب هم همینجا میمونه به سلامتی خونه خودشونه. خدا صاحبش نگه داره. دکترو گفت چه خیرته؟ مریضو گفت مژگونم درد میکنه. دکترو گفت خوردی؟ مریضو گفت نون با یخ. دکترو گفت مردشور خودتو مرض تو ببره، که نه خودت آدم هستی نه مرضت مرض آدمان. نکنی اینجا سرما بخوری سیه؟ نه میخوام هم اینجا تو ایوون بخوابم که آسمون سیل بخوابم. خیلی خوب، هر جور عشقته. من شبای مهتابی رو خیلی دوست میدم. ای خدا، ای گابی جان. رای نشده ببینمش. با سلامت، منم یکی دو ساعت دیگه میرم پشت خدا حافظ. به امون خدا. سلام از ماست، بخور بخیر. من میرم نون بگیرم. دیشب به ما خیلی خوش گذشت. شما بازم اینجا میایین؟ والا اسد کاظم گفتن از امشو یه چنشوی، یعنی تا وقت عموم نیستن من خدمتشون باشم. خیلی خوبه. ما تو این چند سالی که پیش اسد کاظم زندگی میکنیم از چشمون بدی دیدیم، از این آدم بدی ندیدیم. ها بله، اسد کاظم خاطر شما و والدتون خیلی میخوان. دیشب کل با من حرف زدن. اسد کاظم انقدر به ما محبت کردن که من هیچ وقت احساس بیپدری نکردم. آه بله، ملتفتم. بله ملتفتم. خب دیگه، من دیگه میرم، نوبای همینجاست. باشه، مرمت شما زیاد. خداحافظ. سلام کاکو. سلام سیه، چی شد؟ دیگه کرده بودم، خوب شد رسیدم. عموم داشت رویی میشد. چرا برگشتی؟ گفتم بیام تو با هم بریم حجره. خیلی خوب، وای سلام با هم بریم.
سید، خواب میدیدی؟ آقا کو خیر باشه، ترسوندی منو. یه صلوات بفرست، یه قلوب هم آبروش بگی بخواب. جای بابام آسید کاسم رو دیدم. اون واقعا در حق من پدری کرده و اختیار دارمی. اگه بخواد کنیزیشم میکنم. ولی میدونی مادر، سید مرتضا. سید مرتضا؟ سید مرتضا چی مادر جو؟ من اونو دوست دارم. ازش بگذر، جلودارش نیستم. جلودار کی؟ دلم. مرتضا، اسد کاظم با غلط کلامتون رو قطع میکنم. من جونم و خونم و به پای اسد کاظم نثار میکنم. اسد کاظم پیرشی. سلام عمو رحمت. سلام از بنده اسد کاظم. بفرمایین تو. زنده باشی. مرتضی نیستش؟ والله رفته بیرون، الان میادش. خیلی خوب، وقتی اومد بهش بگو شب بیاد باغچه بالا کارش دارم. بروی چیشم خداحافظ. بروی چیشم دست علی. خونی از او بگذاری کاکو. همیشه به فکر منه کاکو. تو از کجایی نمیدونی؟ از اونجایی که من همیشه به فکر اونم. من میخوام با اون عروسی کنم. خب منم میخوام با اون عروسی. زید. زید. بگو. یکی از ما باید جا خالی کنی. من وای میسم. پس یکیمون باید بیفته. از قبوله. اما اگه تو تاریکی کارمو تموم کردن، خونمو به گردن میگیری؟ روباه و شغال تو تاریکی حمله میکنن بی همیگت. تو مثل یه دشتی، سید مرتضا مثل یه لاله. از دختره بگذر سید. نمیتونم، مجبورم بعد 10 سال دوباره دست به دشنه ببرم. یکی از ما دو نفر کشته بشه، اینو بهش گفتم. سید مرد با دشنه حسابشو تصفیه نمی کنه. سینه به سینه، رو به روی هم، با زور بازو حسابتو تصفیه کن. باید حالا اومده باشه. نکنه جا خالی کنه و نیاد. نه، از خاطر دخترم که شده میاد. خدا کنه که بیاد. آره بیاد و مرتضی آره. امونش نه. من دلم شور میزنه آسد کاظم، به دلم برات شده نری بهتره.
قول دادم آمیرزا، به مرشد قول دادم. میتونی از قولت برگردی؟ برگردم که مردم بعد یه عمر راستی و صداقتی که توشون داشتم به جناست کازم یه قصه بود و تموم شد. نه، من میرم. خدا پشت پناهت هست کازم. تو نباید این کارو میکردی. تو نباید. گریه نکن زن، پیش مردم در کوچه خوب نی. خب مجبور بودم. مجبور بودم. تو رو از من میگیرن، تو رو از من جدا میکنن. من نمیخوام تو بری. قول دادم اشرت، مردم همه فهمیدن. من نمیتونم زیر قولم بزنم. زیر قولت نزن، زیر قولت نزن. ولی بدون اسد کاظم تنها نیست، مردم پشتشن، مردم اونو میخوانیش. اگرم تو اونو شکستش بدی، مردم راحتت نمیذارن. اینو من چجوری میتونم بهت بگم؟ اشرت، گفتمت گریه نکن. بیز و سر پام سوار باشم. اگه خوردم باید برم. بری؟ اگه بمونم دیگه خودم نیستم، یه آدم دیگه هم، یه آدمیم که فقط اسمش مرتضی. ولی من میمونمش. فقط گریه نکن. من برات دعا میکنم. فدای تو بشم منش، فدای چیشوی تو بشم. نمیدونم، هرچی خدا بخواد همون میشه. Thank you.
میدونو بده به من، جلوی اهل محل اعتبارم حفظ بشه. میدونو بده به من. میدونو بده من، بذار جلوی اهل محل اعتبارم حفظ بشه. بلند باشو کازم، بلند باشو، به تو میگم بلند باشو. باشو نه؟ کلا کلا باشو. بزن منو سید کاظم، سید کاظم منو بزن، یالو منو بزن. پس تو چی تو؟ دل من یه دریاست. انتظاری ست کازم رو میکشی نه؟ آره ما هم یه عمر انتظاریشو میکشیم، میدونیم چه سخته. دل ناگران نبا، همیشه زده، اون همیشه برده، حالا هم تو رو برد. ولی دیگه انگار آخر دنیاست. به ست کازم بگو، به مردت بگو، بگو خلاصه حسرت یه چیزی به دلش میمونه. نمیگم حسرت دومات شدن، میگم حسرت پدر شدن، ولی کی میدونه، شاید هم حسرت هر دوش. آره بهش بگو، بگو تو هم خلاصه یه روزی میخوری ست کازه، تو هم خلاصه یه روزی میبازی ها ست کازه. من از این شهر میرم آمو. کجا میخوای بری؟ یه جای دیگه، یه جای دور، جایی که زیر سقف آسمونش فقط خودم باشم و خودم. ای آمو، ای که زندگی نمیشه، یک کمی فکر بکن. فکرامو کردم آمو، دیگه نمیتونم اینجا مونم و تو چیشای آسد کاظم سیل بکنم، نمیتونم. و خیلی بزرگواره آمو. بزرگواریش منو آواره کرد آمو، بزرگواریش آمو جون. کورشم و نبینم سید، به من بگو، تو همیشه به من گفتی درد تو واسم بگو. من یه عمری صدقه دادم میرزا، واسه ایم از صدقه گرفتن مردنه. سید از کی ساخته است؟ اگه دنیا رو تو مشتشون داشته باشن نگاه تو کوتاکم میرزا، اگه دنیا رو تو مشتشون داشته باشن نگاه تو کوتاکم میرزا. ایت کازم افتاد،
منتظر تابوتش نباش. آسد کاظم مرد. آسد کاظمو کشت. کی سید کی؟ تقاس تو رو یه شهر میگیره. تقاس. تقاس. برو سراغ پسرهای فعلون اسکر، بهشون یه چیزی بگو. بگو سوزوندمتون، بگو در حقتون بدی کردم، نمیدونم چی، یه چیزی بگو. یه چیزی که آتیششون بزنی. بگو امشب شب دومادیه. بگو اگه بخون از اون خنجرهایی که 10 سال واسه سینه من تیزش کردن کار بکشن، وقتش امشبه. بگو هیچ زخمی برای آسد کاظم کاری تر از زخم امشب نیست. ولی بگو تو کوچه تاریک بغل آبنبار چلپله کمین کنن. بگو امشب گذر من از اونجاست. ولی سید نترس میرزا، امشب راه من از اونجا نیست. اونی که سینش امشب با تیغ خنجرهای پسرهای پهلوان اکبر دریده میشه، سید مرتضاست، نه من. چشم پسرهای پهلوان اسکر و نفرت اینقدر پر کرده که مشت... یا خدا، یا محمد. هر کجا رفتی عمو؟ برام کاغذ بنویس که کجایی. اگه زنده موندم از حالم با خبرت میکنم. دست علی به امراد عمو. باید یکی میرفت. عشق و نمیشه سرقه داد مرتضی. یکی باید میرم. من که داشتم میرفتم. مردم میرم. اینجا فقط تو میمونی مرد. موندن برای من همون مردن سید. من مردم که نمونم. نه سید. بیه جلو دوباره قوت از پاهم میره. بیه یه نیگرم دار. نمیخوام پیش از رفتن بیافتم. نه سید، تو هیچ وقت نمیافتی. تو هرگز نمیافتی سید. میرزای بیچاره من خیال کرد قصد جور تو رو دارم. تو روشنش کن سید. عروسید مبارک. گریه مهلت نمیده باز راه فریادم و بسته. زندگیم آوار سنگین تن من.